ورزی احترام و ادب بیننده های عزیز و ارجمند مخلصان همیشگی فوتبال بخصوص آنهایی که به فوتبال تاجیکستان توجه دارند امروز نشر نوبتی برنامه 90 دقیقه را ما در مورد بازی های دوره چهار یک نهایی جام تاجیکستان و همچنین نوگانی هایی که هفته اخیر در فوتبال کشور اتفاق افتاد میبخشیم و البته در برای آن که استقلال در لیگ قهرمانان های موسم امسال با کدام دسته ها رقابت میکند و همچنین فرمت برگزاری رقابت های قاره‌ای در سال آینده چگونه برگزار خواهد شد. ظاهر بابایف مربی شایسته جمهوری تاجیکستان سابق سرمربی تیم ملی چون همیشه مهمونی برنامه ما خوش آمدید به برنامه و متاسفانه ما در مورد قریب همه بازی ها پراتر شهر داده نمیتونیم چون که بنابر سبب‌های موجوده ما نتوانستیم بسیاری بازی ها رو به نوار بگیریم. خب در دوره چهار یک نهایی جام تاجیکستان چهار رقابت برگزار شد. بی توجه میکنیم استقلال در میدان خود با حساب 2-0 بر تیم فایزکند غلبه به دست آورد. حسیلو در میدانش با بخت کلون روبرو شد از تیم روشن. موهیر هم از ختلون مغلوب شد و ریگارتاداس با حساب 2-1 بر اسخت پیروزی به دست آورد و دسته های غالب به دوری نیم نهایی مسابقه را خط گرفتند. خب اندکی در مورد رقابت دسته های استقلال و فایزکند گفته میگذاریم. اینک ببینید در موسم امسال یگانه دسته که بیشتر با استقلال برابر بازی میکند، ارزنده بازی میکند، شاید مشکلی های ایجاد میکند این دسته فایزکند است، ولی آنها دو گل به دروازه خود سر دادند در قسم دوم و همین طور از ادامه مسابقه بیرون شدند. خب معلوم می شود که اویسا اویسا هم امودگی استقلال خوبتر شده ایستاده است و البته آنها هم برای جام تلاش میکنند نباس از آن که بسیار هدف های دیگر هم دارند. خب به نظر شما استقلال که در همین دوره علاقه در جام موفق شد در چمپیون تاجیکستان پیشگام است، خب چه امکانیت می دهد پیروزی مخصوصا مقابل دسته فایزکند؟ واقعا هم امودگی اونها عین حال در سطح بلند است برای لیگ قهرمانان های موسم امسال. من خیلی گفتنی هستم که چی کماند استقلال و چی کماند فایزکند اینا همدیگر همه خیلی آموختگی هستن که بسیار بازی میکنن با هم. نو باسته این قسمی اولا بینید که دو رنگ بود، یکی 0-0 0-0 از این میبروید که کمانده فایزکند یعنی یک تکتیک درست گرفته بودن و نو باسته در قسم دیوم ما میبینیم که لیگینیری کمانده استقلال هجوم کننده گول اول زدن و از این دیده ما میتونیم از این بازی هم خیلی که بازی خدم بازی صد افسوس که ایروز ما تماشا کردن نمیتونیم آدمایی که در اون میدان بودن هم صحبت هم شدیم و امنو کردیم که چه بازی بود گفتن که بازی یک بازی بسیار خوب بود مخلص ها بسیار خرسان بودن از این بازی در باره استقلال گفتنیم که استقلال در حقیقت تیاری خوب دیده است برای بازی هایی که جام لیگ قهرمانان با چنین دسته های پرقوت آسیا و ایروز پیروزی به دست آوردن. بله خب البته ما هم با استقلال برار میخواییم و دسته توانیست به دور دیگر رو خط گیرد. فایزکند از ادامه مسابقه بنصیب شد و هر سال آنها توجه خود را به لیگ اولی روانه خواهند کرد. خب از جریان بازی دسته های حاصلات و روشن همکاری ما دلشاد نظیرمحمدوف یک گزارش آماده کرده است. بیاید تماشا میکنیم و بعدا اطرافی این رقابت گفته میگذاریم. یکی از بازی‌های جالب و دیدنی در دور یک‌چهارم‌نهایی جام تاجیکستان در دربی منطقه کلوب با اشتراک دسته حاصلات فرخور و روشن شهری کلوب برگزار شد. دسته روشن در این بازی از دقیقه‌های اول برتری را به دست گرفته. علکی در دقیقه هفتم میدانداری بعد یک هجوم سازمان‌داده نیم حمایتگران توپ را به طرف دروازه صاحبان میدان پرتافت کردند که در این حالت حملهور دسته روشن امانوئل موانینگو توپ را با سر به دروازه رقیب زده همین طریق دسته روشن را در حساب بازی به پیش برآورد. در ادامه بازی نیز دسته روشن پیوسته به دروازه رقیب خطر گلزنی سازمان میداد و در دقیقه سیوم میدانداری باشد بعد اجرای ضربه کنجی حمایتگر روشن ساموئل اوفوری با زدن گل دوم دستش دست یافت. فوتبال بازان صاحبان میدان نیز در چند حالت امکانیت داشتند که حساب بازی را تغییر دهند ولی باز هم در پی یک عکس الهجوم نیم حمایتگر دیگری دسته روشن ایدن اوکران با یک ضربه زیبا در دقیقه 32 میدانداری گل سیوم دسته روشن را
وریدی دروازه‌ای سویبونی میدان نمود. همین طریق قسمت اولی میدان داری با حساب 3-0 به انجام رسیده، دسته‌ها با تنفس برآمدند. در قسمت دومی بازی نیز هجوم‌های دسته روشن به طرف دروازه‌ای سویبونی میدان کم نگردید و در پی یک پرتافت دقیق نیم حمایتگری دسته روشن شهریار عنایت‌الله، نهایت جوزف اکومادی نیز در دقیقه 67 باز زدن گل نوبتی خود در حیات دسته مهمانان شرفیاب شد. در دقیقه 72 میدان داری باشد، بعدی تنش لفظی داور مرکزی نصرالله کبیرف و مسرور قیام الدین فاز دسته روشن و رسول پایز فاز دسته حوصلات کارت سرخ نشان داده، هر دو را میدان بدر نمود. گل پنجم دسته روشن باشد در دقیقه 82 میدان داری، بعدی خطای حمایتگران صاحبان میدان از جانب نیم حمایتگر دسته روشن محمد شریف سعید خواجه به هدف رسانیده شد. در دقیقه های آخر میدان داری باشد سعید ترش در دقیقه 88 حملهوری دسته حوصلات فرخور عبدخلیل بورونوف توانست که از مسافه دور با زدن یک گل صاحبان میدان شرفیاب شود. هرچند فوتبال بازان دسته روشن در ادامه بازی چند حالت دیگر گلزنی را سازمان داده باشند هم، ولی در این قسمت بازی فوتبال بازان هر دو دسته دیگر با زدن گل دست نیافتند. همین طریق دربی منطقه کلوب با اشتراک دسته حوصلات فرخور و روشن شهر کلوب در دور یک چهار نهایی جام تاجیکستان که عبارت از یک بازی بود با حساب 5-1 بر نفع دسته روشن به انجام رسید. اکنون شاگردان طاهر مومینوف موافق با قرعه‌کشی در دور نیمه نهایی با دسته ختلان شهر باختر اندر میدان رقابت میشوند که در این قسمت مسابقات دسته ها در خانه و سفر با هم رقابت میکنند. خب دربی منطقه کلوب بازی بسیار هم پر هیجان، گل های زیبا در یک رقابت به ثمر رسانده شد و در این رقابت روشن پیروزی به دست آورد. عموماً حاصلات به خود مانند نبود. ببینید که حاصلاتی که ما بیشتر در لیگ اولی میبینیم که یک بازی ارزنده نشون میدهد، این دفعه عموماً با یک دسته رقابت پذیر مانند نبود. شاید آنها توجه خود را به لیگ اولی میکنند، چون که شاید از لحاظ مالیوی خرج و خراجاتی که اگر آنها به دور دیگر برایند مشکل تر می شود و درست است که آنها توجه خود را در همین دوره به لیگ اولی می کنند و صرف نظر کردند جام تاجیکستان را. فکر می کنم که جام برای همه دسته ها یک افتخار است. بله. من فکر می کنم که اینجا کمانده تیمی روشن تیاری خوب تر دیده است و طاهر مومینوف، نجم الدین طالیبوف و بچه ها آن تاکتیکی درستی که گرفتن 100% اجرا کردن و گلوی ما میبینیم که یک گلوی خوب، گلوی زیبا، دو تا گل گیریم و از توپای کنچی با سر زده شده است. و اینجا البته به خطایی گل نمیشد، نگرفتن بازینگر یا که یک ضربه‌ای میبینیم که از طرف روشن بسیار ضربه‌ای خوب، یعنی که چی استقلال لازم ما گاب زدیم که استقلال تیاری خوب دیده است. بسیار خوب میشد که استقلال ما میخواد در بازی‌های پیش ایستاده جمعی خرمانو لیگ خرمانو لیگ خرمانو و روشن کلوب در همین جام افریقا همین خیلی برآمد کنند. من فکر میکنم که ما مخلصی میکنیم و بسیار یک هر دو دستم گفتن لازم است که پیشروی زیاد دیده میشد، همون چون متخصص من میبینم که چی دسته استقلال و چی دسته روشن کلوب آمادگی خوب میبینن که این ما هواداران فوتبال مخلصانه و مخلصانه شاد میگردن. بله. خب در جنوب بازی دو نفر کارت سرخ گرفتن از حیات هر دوی دسته. البته در بازی های لیگ اکنون در بازی های نخست اشتراک کرده نمیتوان، رسول فایزوف و همچنین مسرور قیام الدینوف. خب به هر صورت مخلصان شاید بسیار یک بازی خوب شدند. روشن اکنون روی خود را باز هم رفتن برای فینال جام تاجیکستان ادامه میدهد. ببینید که حریف آنها اکنون ختلان است در صورت گذریش بازی ها. همون ختلانی که فقط حریف نوبوی روشن است. بله. خب در این مورد بعدا گفتم میگذاریم. بیاید اکنون با سخنهای مربیان دسته توجه میکنیم که طاهر مومینوف و همچنین یاردمچی سرمربی دسته حاصلات بهادر صوفیف چی گفت. Все время говорю о том, что я очень рад, что мы сейчас перестроились на то, что вот, травму получили два нападающих, мы остались без нападающих. Да, и сейчас получилось так, что уже другие ребята могут забивать. Но это было перестроение, которое немножко нам усложнилось. Ну, я думаю, что так и должно быть в футболе. Не только один нападающий, надо, чтобы линия полузащиты тоже могла забивать. Ну, самое главное, что команда играет на то, что неважно, кто забьет гол. Команда создает моменты, делает идеальные возможности для того, что для партнера, чтобы тот забил мяч. А так, ну, на дальнейшее ждем самого неудачного соперника для себя. Я не знаю, как матч сложился Мухир Хатлон. Я думаю, что мы
на полуфинал подойдем в боевом настроении. Футбол не бывает без этого, то, что красная карточка или что-то. По игре могу сказать, хорошая игра, красивая победа, но я думаю, что настроение перед началом матча АФК у команды будет хорошее. Команда настрой показывает. И, ну, самое главное, тактическая схема, которую хотим мы играть на АФК, она начинает работать, и это самое важное. Во-первых, хочу поздравить команду соперников «Равшан» с победой. Пожелаем им удачи в дальнейшем на Кубке. В общем, скажу как. Честно говоря, у нас больше акцент идет на лигу. Кубок – это тоже хорошее соревнование, но мы больше ставим, если честно, акцент на лигу. Поэтому ничего такого я сказать не могу, что не хватило. Да, есть какие-то проблемы в оборонке были. В этом, но еще раз хочу повториться, у нас акцент дается на лигу. Некоторые пару игроков у нас были травмированы, за два дня до игры получил травму у нас тот игрок, которого мы наигрывали. Поэтому сегодня результат в пользу соперников Равшана Кулябы. خب در بازی دیگر نماینده لیگ یکم موهیر در میدان خود هنگام نشان دادن نتوانست آنها از تیم خطلون با حساب 0-1 مغلوب شدند و خطلون هم اکنون در ادامه رخوتها رو در جام تاجیکستان ادامه میدهد وضعش هم در لیگ اولی چندان خوب نیست در دو فرانت بازی میکنند آنها بسیار مشکل میشود هم جام تاجیکستان هم لیگ اولی چون مقصد اساسی آنها من فکر میکنم در لیگ اولی باقی ماندن است قوه این دسته میرسد برای در لیگ اولی بوزی کردن با هم در جام تاجیکستان. بابا جان ما کم کم در باره ماهیر گپ زدیم. ماهیر نویه یوون. یوون بله. ببینید که این بچه‌ها کو تو کجا رفتن؟ احسن. تو دوری چاوریاگ نویه جام تاجیکستان. احسن و بله. مربیای یک از برئیسی دسته بله. که تو این درجه را با در خطلون با خطلون به حساب مینیمالی گفتم ممکن است یک بار سی باختن. میبرد که در یکم لیگ هم کماندوی خوبی هستن بله. که آینده ما میتونیم در لیگ اولی اینا ببینیم. بله. تشکر و ما فکر میکنم امسال البته در لیگ یکم هم رقابت ها خیلی جالب شده است سال و معلوم است کدام دسته رو خواهد میگیره هولبوک پانچر استراوشان خودی موهیر برخچی و دسته خیلی نزدیک هستند همین خیلی اگر ما ولایت خطلون را گیریم اگر ببینید که چه دسته ها هستن بله دسته های پر قوت هستن پانچر هست از جلالدین پانچر هست بله هولبوک واسه بله. هست مثلا در لیگ اول گریم بله. سرحچی از نوحی همه دارم سرحچی با خیلی گریم اگر موهیرم دسته خوب بله. است می براید که خیلی بازی خوب و نسبت خطلون من خیلی گفتنیم که اکنون خطلون با روشن است بله اما وقت یک حریف نوباب ما گفتیم نوباب بله. یکی در حقیقتا هم در شهر کلوب هم در شهر بختار بله. غلبه به دست آوردن بله. فکر میگم که بسیار یک بازی بسیار عجایی میشد خوب میشد بازی میشه که شما یه بار بوده تلیرر میشه تلیرر میشه خب از کارگردان خواهش میکنیم که سید که یه همون رقابت های جام تاجیکستان رو برای ما و شما نشون دیدن ببینید استقلال در میدان خود با رگارت از بازی میکند خطلان با روشان یعنی بسیار بازی های جالب از دو رقابت عبارت است رفت و برگشت هستند بازی ها من فکر میکنم برای رفتن به فینال هم هر چوری دسته تلاش خواهند کرد خواه ریگارت هست جام است بله جام است فکر میکنم بازی های جالب ما و شما رو در پیش است اگر به سید که توجه کنیم هر دو دسته هر چوری دسته ها بسیار راهی پرپیچیده رو طی کردن از همه حریفانی پرقوت برای ریگارت هست بود اونها ببینید خوجان رو شکست دادن اسخط رو شکست دادن و در نهایی رفتن روشن باشد کوکتوش رو شکست داد برخچی رو و حسیلوت خطلون نماینده های لیگ یکم رو شکست داد مخصوصا پرواز و بعدا موهی رو مغلوب کرد از این کماند یک ریگر اما در نظر بیم برای سوغدیو بله. بسیار یک نوبوب حریف بله و باید گفت که ریگر تداز بسیار دو بار یک اسخط رو مغلوب کرد اسخط رو یکی در جایی چورم بله. قرار دارد بله واقعا هم معلوم است که حالا ریگر تداز البته از روی بوزی خوب است ولی نامده کار یعنی به دست آوردی نتیجه های نچندان خوب در فوتبال من یک چشما میگم که نامده کار خیلی کلمه نیست نخست این خیلی کلمه نیست اینا همه از مهنت است از مهنت از زیرکی است از آن چیزی که مربی ها میکنن و بازینده را در میدان میکنن هم از جهت اگر ما پسیکولوژی گیریم هم از جهت جسمانی تاکتیکی گیریم اگر اینا همه یک کمپانی تو هست که همدیگر پر میکنن بله. از یک همین طرف اگر کمانده تیم در همین بازی می ایستادگی اگر
تیوری خوب نبیند میتوند که با یک کمانده سوس بایتید یا که برعکس کمانده سوس میتوند کمانده سخت براد بله. و در همین بازی هم ما گفتیم چور دسته که ما دیدیم هیچی گفتن نمیشد بازی بله برایش که با فیلم که حتی روشن هم که یا استقلال با هم وخران یک باید که گزارش کنن بله بله بسیار یک بازی های خوب در پیش است بله به هر صورت ما رقابت های جام تاجیکستان را هم پیگیر خواهیم بود بیننده عزیز و بازی های بسیار خوب و خاطرمان ما و شما را فکر میکنم در پیش هستند خب یادوار میشویم که در هفته گذشته قرهپرتویی مسابقه های سطح قاره ای برگزار شد استقلال در یک گروه با دسته های پرقوت آسیا تیم های خیلی گیم که قوی روبرو گردید از جمله باشگاه فوتبال الدوهایل از دولت قطر تیم پرسپولیس از جمهوری اسلامی ایران و النصر از عربستان سعودی اصلا مهمش النصر به خاطر اینکه رونالدو به احتمال زیاد یعنی مهمان ما خواهد شد ماه دکبر و امیدوار هستیم که یک بازی خیلی خوب و جالب رو با اشتراک استقلال و النصر میبینیم عموما شما متخصص هستید دوام چند سال اخیر البته نماینده های سازمان های فوتبال جهانی به تاجیکستان آمدند خب پرزیدنت فیفا هم جوزف بلاتر هم جانی اینفانتینو خب حتی میشل پلاتینی اومده بود زمانی که رهبری اویفا بود خب وقتای اخیر هم دیگر نماینده ها در تاجیکستان حضور داشتند ولی اومدن رونالدو چی میدهد برای ما رونالدو که واقعا هم امروز نه تنها به یک ستاره فوتبال است او یک شخصیتی است که در جامعه فوتبال نه تنها فوتبال بلکه در جامعه جهانی یک شخصیت بسیار معروف است و فکر میکنم اومدن او باز بر نسل های دیگری ما یک امکانات خوب میدهد که بیشتر باز به فوتبال توجه خوبتر داشته باشند. امیر شما نه گفتید که مثلا اومدن این خیلی انسان های بزرگ مثلا که همه اینفانتینو هم گیریم اگر رئیسی کلی فیفا با وطن ما البته یک تکون خوب در فوتبال میرود در فوتبال ما ببینید که اومدن یک شخص بزرگ در تمام دنیا پهن میشه که امروز رئیس فوتبال دنیا مثلا فیفا در تاجیکستان است ما باید افتخار کنیم آمدن این کسان یک گفتن که یک تکون یک بهبودی ها دیده می شود که ما اینا در اصل می بینیم این روز پگو آمدن رونالدو وقتی که من همین خانه ما در یک جای است که من وقتی که تریزوم می کشم یک میدان خوب خوشرو می بینیم شهردار ساختگیان با یک باغچه خوب برای زویر بابوی فقط همه خانه‌ای که محله‌ای که شما محله‌ای که زندگی میکنیم باور میکنید هم وقتی من سحر پاو کرد یا که بگو هم تماشا میکنم بچه‌ها اونا فقط گپ میزنن یک خرسندی است برای کودک رونالدو تاجیکستان بله رونالدو تاجیکستان میبیاد میبینی که در دل هم یک سیموی چنین یک فوتبال بازی که در حقیقت هم یک مهارت بسیار عالی دارد و اجازه گفتن در کره که در کمند استقلال ما احسن رهبریت احسن بچه ها که تا این درجه رسوندن و بسیار یک برای هر یکی ما چی مخلص چی متخصص من همون روز انتظارم بله شما باور دارید که استقلال از این گروه بسیار مشکل به دور دیگر راحت میگیرد چون که نه همه دسته های زینیدیوم به دور دیگر راحت میگیرند دسته های اول و از میان ده گروه من یک چیز گفتنی هستم که میگن که اون عسکری که نمیخواد که جنرال شود اون عسکر نیست برای اول در اینجا من بسیار گوش کردم راهبری مربی و استقلال چی گفتن راهبریت دسته چی گفتن من همچون متخصص ظاهر بود هم وقتی من در تیم ملی میموندن راهبریت فدراسیون فوتبال هم وقتی تا آخر را وقتی با من صحبت میکردم میگفتن که گوش کن جای دویوم میتونی گرفته من همه وقت مثلا تکت با اون چیزی میکردن که همین سرزمین ما اول بله یا سرزمین با همین فوتبال بازانی ما همین فوتبال بازانی ما از کی کم بودی دارن بله از هیچ چیز کم بودی وقتی که راهبر باور دارن باور کنی بچه‌ها دیگه علنگه میگیرن بله. برای چی استقلال یا دسته ای هست که در حقیقتا نشان دادن که در بازی‌های ما دیدیم بله. بهترین کماندوی آسیا مغلوب کردن بله سال 2021 بله نو بسته ما در حقیقتا نورسوی داریم که ما فخر بود کنیم بله همین ستاره چا میگن یکی اینا نپدید میشن افسوس بله. ما میبینیم که اونا هستن یکی نو همین برای ما باید یک کار کنیم که فدراسیون فوتبال و ما متخصصا که اینا نپدید نشن بله. همین روی همینه ما یوبیم جوستان هست روش هست بله. فقط آدمایی باشن که گوش کنن که ما گپ زنیم که ان همین روهای بله درست
هر یکی روسانه که پایتاب نه. بله. مرحله با مرحله. مرحله بر مرحله. همین ما یک مرحله دارم میبینم هم از خرسندی باشد یا که برعکس از زیقی باشد. ناپدید میشه. میبینی که در این فوتبال باز در روسیه کار کرده است. در دیگر کشور. در دیگر کشور کار کرده است فوتبال باز نه. برای همین ما همی خیلی باید کنیم که همی خیلی نشود. ای چیزی که از ای پیش استادگی در برای رونالدو ما گازنده گوداکو گازنده این ایده است. همون روزا باور کنید دلزنگ میشن گوداکو. حتی پسرکی من 6 ساله است. پدرجان رونالدو حقا نمیبینم. بله بچه هم میبینم. متاسفانه البته میدان کلانتری ما 24 هزار جای نشست دارد. اگر ما در آینده آرزو داریم که میدان های کلان رو میبینیم 40-50 هزار جای نشست و همه اون نفره که میخوان به میدان آیند و بازی استقلال رو تماشا کنند مخصوصا در رقابت با النصر شاید همه اونها نتوانند به میدان در آمده. به هر صورت ما اون روز رو انتظار میشویم. رقابت های بسیار هم مهم. استقلال سر کرده از 8 سپتامبر بازی خود رو شروع میکند در همین میدان مقابل آلدوهایل تیمی که ارنان کرسپو ستاره فوتبال آرژانتین اون رو راهبری میکند و البته میشمشو است که فلیپی کاوتینو بازیگر دیگر برزیلی به این دسته گزارش میکند و ما البته در یک مرحله خیلی کوتاه یک ایدی فوتبال رو در تاجیکستان با اشتراک دسته استقلال میبینیم و ما گفتن اموند که روشنی ما هم امسال در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد مقابل دسته های ابدیشوتای قرقیزستان مقابل التناصر از ترکمنستان و همچنین مروه که خوجند رو شکست داد. به روشن هم برار میخواهیم و ما آرزو داریم که بازی های خانگی روشن در کلوب برگزار شوند چون که بسیار خوب میشود و روبرت دسته روشن هم همین حالا تلاش کرده ایستادند که اتاق های لباسی واس کنی منبری ورزشگاه دیگر شرط شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا اون رو طلب میکند اجرا کنند. من باور دارم که اونها این کار رو انجام میدهند. خیره که گفتیم که احسان با استقلال با روبریت و با مربی و بچه ها همچنین احسان با روبریت و مربی و بچه های روشن بینه که این روز خودش بازی که آخران بازی که ما با یک حریف نوباب از حسیلات هم با روشن ما میبینیم که یک غلبه بسیار یک با حساب کلان غلبه کردن ما میبینیم که کماند آماده است و فکر میگنن که این مروی ترکمنستان بسیار خوب شد که در همین گروه هست. بله. برای چی بسیار یک ایدی کلان کردن اونو که فوتبال تاجیک ما کمانده دسته خوجند مغلوب کردن. گرچند که اما بازی را اگر ما گیریم 100% بازی از خوجند بود. بله بله بله. تیم همین قسم اول بازینگران خوجندی اگر گل ها را وارد در بازی حریف میکردن ما چقدر خوجند میدیم و روشن در یک گروه. بسیار بازی های خوب میشدن. برای من وقتی که من دیدم که مرو این روز در گروه روشن است. روشن این خوجان نیست. بله. در میدان خودش اصلا اگه بله. یکم بازی با دسته مرو میشود. مرو میشود. در میدان روشن. بسیار خوب میشه که همین بازی در کلوب شود. بله. ما همین دوشنبه هم حرکت میکنیم اونجا رویم. لیکن با فکر میکنم اونجا جو هم نمیرسد. جو هم نمیرسد. بر هر حال بسیار خوب میشه. بله. در این بازی ها در هر دو دسته بربری میخویم. بله. چیر استقلال. چیر روشن. که دنیا استقلال وقتی که با کماندوی عربی بازی میکنن بله. دنیا نظر میکنن بله درست است و موفقیت در روشن کلوب هم که بسیار خوب میشد که از این گروه ببرویان دستوی بله. ما هر دوشان این میدان نظره است برای یک چیکی باوری در کردن در کره بله درست است همین کماند بچه‌ای که ما با وقتی با رونالدو یا که با تیمی که اولی که خیلی بازیگران بزرگ بله، دنیاوی بله. و مربی ها هستن ما فکر میکنیم بچه های ما تمامی هستیشون رو میتین بله. و یا بازی خوب ما چی دیده میتونیم بله تشکر زیاد و تا یک اندازه متاسفانه هم هست که ما سال آینده در برابری دسته های پرقوت عربستان سعودی بازی کرده نمیتونیم بیاید با همون فهرستی کشورهای آسیا توجه میکنیم مخصوصا منطقه غرب که ما اعضای اون هستیم و اونجا دسته های خیلی زیاد هستند از جمله 24 دست 25 دسته که در این فهرست قرار دارند تاجیکستان در زینه هشتم منطقه غرب و 16 این فهرست قرار دارد این معنی اون را دارد که ما سال آینده در لیگ قهرمان ها دوی آسیا بازی میکنیم بله این مسابقه سطح جام افریقای حاضره هست و باز یک مسابقه دیگر تشکیل کردند که الیت لیگ قهرمان ها نام دارد یعنی اونجا دسته های بویترین دسته های کشور شاید بلندتر دارن بازی میکنند از جمله عربستان سعودی قطر ایران امارات متحده عرب ازبکستان و عراق خب ما امکانی بسیار خوب داریم که حتی نو بسته از اون که مثال میگیریم مثال میگیریم بله. که استقلال حتی
از گروه برویاد نو باسن ایم سوال دیگه امتیاز زیاد میگیریم و میتوانیم موقع ایراق رو برای سال آینده نیم برای موسم های آینده بله موسم های آینده موقع دسته ایراق رو اشغال کنیم بسیار نزدیک است ببینید امتیاز های ما با امتیاز های دولت ایراق کمی نزدیک تر هم هستند و در موسم امسال همه چیز از استقلال روشن وابستگی دارد اگر آنها امتیاز زیادتر گیرند ما حتما استقلال باز در قطار همون الیت لیگ قهرمانان فکر میکنند که رهبریت های دسته چی استقلال چی روشن با مربی ها و دسته میفهمونند که از این دو بازی از این بازی که اینا میکنند وابستگی دارد سطح فوتبال ما بله واقعا هم همین گونه است چون که ببینید در چند سال اخیر در جمع کنفدراسیون فوتبال آسیا با استثنای اونکه سال گذشته خوجان از گروه برآمد و به دورهای دیگر رفته نتوانست ما دیگر امتیازی ضروری مثلا باشگاه های دیگرمون آورده نتوانستیم ما چیکار میکنیم استقلال... ما اگر همسایه‌مون رو ببینیم ازبکستان بله. چهار دسته در موسم امسال بازی میکنند و دو دسته از مرحله پلی آف برآمدند و مرحله گروهی مسابقه با استثنای استقلال که سال 2015 17 به فینال برآمد و فینال جام آفریقا سال 2021 به مرحله پلی آف لیگ قهرمانان برآمد این نشان داده بسیار خوب است دیگر استایمو تلاش کردن نتوانستند که چون نتیجه رو نشون دادن برای ما امید میبندن که آینده در کماندای ما هم بله. پرزور و پرقوت میشن بله. خب اگر با منطقه شرق متوجه شویم بیننده عزیز اونجا در فهرست کشورهای دیگر قرار دارن از جمله ژاپن، کره، چین، تایلند، مالزی و استرالیا اونها هم نماینده های خود رو در الیت لیگ قهرمان های آسیا خواهند داشت ویتنام، گانکونگ، فیلیپین، کره شمالی کشورهای هستند حتی سنگاپور و اندونزی که در برابری دسته های ما در جام لیگ قهرمان ها دو اشتراک خواهند کرد یادوار میشیم که در موسم 2024-25 چمپیونی تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها دو کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند و یک دسته ما خب برنده جام تاجیکستان خب دسته زینیدیوم یک تای اون در مرحله پلی آف همین مسابقه اشتراک خواهد کرد خب به هر صورت باز این موضوع دوماندار است در برنامه های آینده حتما سر این چیز حرف میزنیم و نگفته نماند که ماه سپتامبر هم بسیار ماه خوب خواهد بود برای فوتبال کشور بازی انتخابی برای دسته های المپیک کشور شروع می شود تیم منتخب بازی دوستانه انجام می دهد دسته استقلال و روشن بازی خود را برگزار خواهند کرد در میدان خود در ماه سپتامبر از حضورتون در برنامه 90 دقیقه سوری سپاس میکنیم بیننده عزیز زهیر بابایف بودند مربی شایسته تاجیکستان که حالا در موردی بازی های جام تاجیکستان و همچنین اشتراک دسته های ما در مسابقه سطح قاره صحبت انجام دادند در همین جو برنامه 90 دقیقه به انجام میرسد تا نشرهای دیگر سیادمند و پیروز باشد خیر